چرا نمیذارن پای یه ناظر حتی یه خبرنگار به اشرف برسه؟ عراقیای شریف محل سگ به مزدورای خامنه‌ای و مالکی نذاشتن. کافیه کسی فقط مزدور رژیم نباشه، حتی مخالف مجاهدین باشه، امکان نداره در کنار رژیم و مالکی قرار بگیره و علیه اشرف شعار سرکوب، کشتار و وطن اشرف بده. بینندگان عزیز برنامه پرونده، سلام بر شما. با شکست مفتزهانه نمایش 27 آبان در بیابانهای کنار اشرف، سفارت رژیم در بغداد بر اساس تصمیم گیری شورای عالی امنیت رژیم مأموریت جدیدی به نافع عیسی، مزدور عراقی حلقه به گوش آخوندها، ابلاغ کرد که برای جبران این شکست از یک سو ترتیب یک نمایش دیگر رو این بار با وارد کردن مجلس اعلا و نیروهای اون در کنار اشرف بده، از طرف دیگه یک تظاهرات با مضمون درخواست اخراج مجاهدین از اشرف در بغداد راه بیندازه، همچنین با استفاده از ماموران خارج کشوری و داخل کشوری اطلاعات آخوندها چند کنفرانس و جلسه سخنرانی در نقاط مختلف بغداد شکل بده. در برنامه امروز میخوایم به این حلقه از توطئه‌های مشترک خامنه ای مالکی در بغداد علیه اشرف بپردازیم. با گزارشی در این باره با ما همراه باشید. حاصل تلاش مشترک نیروی قدس، مجلس اعلا، دفتر نخست وزیری عراق، کمیته سرکوب اشرف و نیروها و امکانات لشکر پنج عراق، نمایش روز 18 آذر در بیابانهای کنار اشرف بود که به شکستی فضاحت‌بارتر از افتضاح 27 آبان تبدیل شد. نمایش تظاهرات بغداد اما سرنوشتی بدتر و مفتزهانه تر از دو فقره نمایش در بیابانهای کنار اشرف داشت. برخی از افرادی که آمده بودند اصلا نمی دانستند که موضوع چیست و برای چه آمدند. یکی از افراد دستچین شده در جواب خبرنگار تلویزیون العالم رژیم که پرسید برای چه آمده اید، بعد از قدری فشار آوردن به ذهن خود گفت: جمع شده این برای اخراج القاعده اشغالگر و ما علما و عشایر از مرجعیت و دولت خواستار اخراج آنها هستیم. سبب تجمع اليوم في وسط ساحه التحرير يتجمعون بخروج القاعدة المحتل ومطالب العشائر والعلماء والمرجعية والحكومة بإخراج هذه الحصيلة. الان تمام دنیا اینو به خوبی میدونه که هدف شماره یک رژیم آخوندی و دولت مالکی بستن اشرفه. اما در برابر این همه فشارهای خورد کننده افکار عمومی و سازمانهای بین المللی، نیاز شدیدی داره که نشون بده این خواسته مردم عراقه. برای همینم برای راه اندازی یک تظاهرات نیاز حیاتی داره. اما شما نگاه بکنید، برای راه انداختن این تظاهرات دو دولت با این همه امکاناتشون، این همه تلاش هایی که میکنن، ته خط به چه فضاحتی تبدیل میشه؟ به نظر من نمایش فلاکتبار رژیم و مالکی در بغداد اون روی سکه مشروعیت، مقبولیت و حقانیت مجاهدین در بین مردم عراقه. منفورترین دیکتاتورها هم شما میدونید به دلیل امکاناتی که دست دارن توانایی اینو دارن که چند هزار نفر حداقل جمع کنن، ولی اینجا دو تا دولت جمع شدن اما چند نفر انگشت شمار رو بیشتر نتونستن جمع کنن. اون کسایی که اینجا به قوزی خور معروفن تو ایران هم همون ساندیس خورا هستن. به همین علت هستش که رژیم و مالکی اینقدر از مجاهدین میترسن و اینطور هیستریک دنبال نابودی اشرفن که البته کور خوندن، چون اون کسی که باید نابود بشه، اون کسی که باید سرنگون بشه همین آخونده هستن، حاکمیت آخونده هست و مجاهدین اشرفی سر این مسئولیت و مسیری که مشخص کردن قسم خوردن. سوگند اشرفی، سوگندی که همین الان هواداران مجاهدین در داخل در ایران در فراز پلها و تو اتوبان تهران اونو ماده کردن و نوشتن که اشرف یورید اسقاط النظام.